قالین افغانی با نقش های زیبا که مورد توجه اربیننده در سراسر جهان قرار می گیرد و حکایت از تاریخ کهن افغان ها و هنر قالین بافی آنها دارد. قالین افغانستان تا بازارهای جهانی. تار و پود مردمان این سرزمین از گذشته های دور با تار و پود قالین گره خورده و در هر گوشه از این سرزمین هزاران قالین باف در حال گره زدن تارهای قالین می باشند و از این را امرار معاش می کنند. بعد از 3 دهه جنگ، حالا افغانستان در حال بازسازی اقتصادی قرار دارد و صنایع تولیدی چون صنعت قالین یکی از منابع بزرگ درآمدزا می باشد که دولت و بخش خصوصی به شدت برای رشد این صنعت در حال سعی و تلاش هستند. افزایش درآمد صنعت قالین افغانستان از دو جهت می تواند نقش مؤثر در اقتصاد مردم و دولت افغانستان داشته باشد. یک، ایجاد شغل و درآمد بیشتر برای افغان ها. دو، افزایش درآمد ملی. اما صنعت قالین بافی دچار چالش های متعدده برای راه یافتن به بازارهای جهانی می باشد. مرحله تولید. افغانستان دارای امکانات مناسب برای پروسس های قبل و بعد از بافت در داخل کشور نمی باشد و تولید قالین در مراحل پروسس و بافت به شکل سنتی آن در کارگاه های غیر مجهز صورت می گیرد که این باعث پایین آمدن کیفیت شده و قالین بافته شده کیفیت مناسب برای صادرات و رقابت با دیگر کشورهای رقیب را دارا نمی باشد. تولید ما به شکل فابریکوی نیست، به شکل عزیز که در هر خانه و در هر گراژ و در هر جایی که به شکل پراگندش تولید میشه، جمع‌آوری میشه، به بازار می قسمان در داخل ملک قیچی میشه، شست میشه، قسمان افزود ازی قسمت اعظم ازی به طرف ممالک همسایه میره که یک بخش عمده کار هم با خود میبره. و این نوع مشکل و پرابلم ماست که ما ایره باید به هر شکل میشه رای حل برش پیدا بکنیم. اون رویزی اصل ما تلاش کردیم، اتحاد هیچ لحظه هیچ ثانیه آرام نیست تا بتانه شستشوی خود، باربندی خود، پکن خود کل شده به داخل کشور تکمیل و از نام تاجر افغانی با مارکت های بین المللی قالین خود صادر بکن. عدم وجود مواد خام با کیفیت یکی دیگر از مشکلات تولید کنندگان می باشد. در افغانستان ما و شما پشم کافی، تار کافی برای قالین نداریم و مثلا ما برای تولید قالین های نمبر یک، برای تولید قالین های درجه اول به تار بلژیکی درجه اول ضرورت داریم که عبارت از این می قالین است. ای باید از بلژیک بیاید یا از جرمنی بیاید. برای وارد کردن ای از مقام رئیس صاحب دولت ما امر داریم که برای مواد خام قالین گمرک گرفته نشود. خب وقتی که ما به وزارت مالیه مراجعه میکنیم، مال ما به بندر به بندرها میآید، اوج وزارت مالیه میگه که شما تار آوردین نه مواد خام قالین. بسیاری از تولید کنندگان و تاجران بر این عقیده هستند که دولت حمایت های لازم را از آنها به عمل نمی آورد. تا امروز ما نتانستیم که از یک بانک شکل های سیستماتیک ما قرضه بگیریم، قرضه های طول مدت و به فیصدی بسیار محدود بتانیم که ما تولیدات خود بالا ببریم، نفوس و ملت خود برشان کار بیتیم. و در این راستا حکومت بسیار زیاد برای چند مدتی تاجرها را، تولید کننده را یک سبسایتی بیتو و یا یک کمک غیر مستقیم و یا مستقیم بکنه که انشاءالله که از طریق مملکت ما و شما حتی ما. مرحله صادرات. مشکل عمده تاجران در قسمت صادرات نظام گمرکی و سیستم ترانسپورتی کشور می باشد. ما اگر بخواهیم از گمرک کابل 100 متر یا 500 متر یا یک کانتینر مال خود اکسپورت یا صادر بکنیم، در گمرک در شعبات و گمرک ما بسیار کاغذ پرانی زیاد در اون شعبه بدو، در این شعبه بدو، بگویم چنیست که تا کاغذ پرانی زیاد 15 روز
ما نمیتونیم که از گمرک کابل حساب یک کانتینر مال ما خلاص بکنیم. خطوط هوایی ما هیچ نوع ارتباطات یا لینک با خطوط هوایی بین المللی ندارند. به همین لحاظ ما از مقامات سیصلا خواهش ما همیست که ما بتانیم قالین افغانی خود را از طریق وطن خود به مشتریای خود از افغانستان صادر بکنیم. مثلا ما به بیجینگ میخواستیم پارسال مال روان کنیم، آریانا گفت که ما در شهری که نمایشگاه دایر میشه در اوجه مال ترسانده نمیتانیم، یعنی در نیم راه قالین تا ایلا میکنیم، بعد از او تو میفهمی کارت. ما مجبور شدیم از راه پاکستان قالین خود روان کردیم و تاجر نمیخواد هیچ وقت مثلا از دیگه مملکت قالین صادر کنه، در صورتی که امو سهولت در وطن خودش باشه. اما چگونه میتوان این مشکلات را از میان برداشت و به سوی صادرات قالین با نام افغانستان قدم برداشت؟ و ما به خاطر برجسته تر ساختن امی مشکلات با حکومت که اداره اسمت یو اس ای دی به تاریخ 19 می در هتل صافی لندمارک یک کنفرانسی داشتیم و ما مشکلات خود وجه به شکل برجسته ارائه کردیم و قطعنامه هم در مورد صادر شد که تعدادی از وزرای محترم کابینه هم اونجا موجود بودن. ASMET has been supporting the carpet industry in Afghanistan as it does many other industries. What we work on here is to help build the small and medium enterprise sector throughout Afghanistan. Because the carpet industry employs some 150,000 people, is a very positive, a very good opportunity to build up small and medium enterprises throughout the country. We support them on quality assurance because the markets demand that you have a high quality product. We are working on a quality assurance program for them that they will get through their associations. And along with other marketing help, they will be able to market their product and sell their products worldwide. Unlike today, where the carpets from Afghanistan go unfinished to Pakistan, they go to Iran, where they get cleaned and cut and get called Iranian or Pakistani carpets. We're trying to establish the cleaning and cutting facilities here in the country so the carpet total process can be finished in Afghanistan, sent to the markets in Europe and North America, and subsequently sold as a high quality made in Afghanistan carpet. We're working on an export readiness program for 40 carpet manufacturers to help them develop the skills they need so they can directly export. Domotex Dubai. قدمی به سوی صادرات قالین افغانستان و بازارهای جهانی. نمایشگاه دوموتکس یکی از نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی در صنعت فرش و قالین می‌باشد و 12 صادرکننده افغانستان با کمک پروژه اسمد USAID برای اولین بار به طور رسمی در دوموتکس دبی شرکت نموده و در بازارهای جهانی این صنعت حضور می‌یابد. The support that ASMED gave to the Export Carpet Guild for the Domotex show is our first stage of an outreach initiative to help the local carpet manufacturers develop linkages with their importers and exporters that work within their markets in North America and Europe. By supporting the Export Guild here in Afghanistan, we are able to train large numbers of carpet manufacturers, carpet weavers, in how to run a proper business. We are helping them build a design center that is going to let them update their carpet designs and have a more modern product that their markets will better be able to buy. حضور افغانستان در این نمایشگاه بسیار مورد توجه و علاقه بازدید کنندگان قرار گرفت. You bought an Afghan carpet today. Can you explain us how do you feel? How is the quality of Afghan carpets and why did you buy it? Afghan carpet is very well known carpet for all over the world, and the quality of it is
made from the high quality as I know, and for that I am buying some carpet today from it. این علاقمندی تا حدی بود که مسئولین نمایشگاه صفحه از اخبار روز نمایشگاه را برای غرفه افغانستان اختصاص دادند. یکی از مسئولین نمایشگاه در مورد حضور افغانستان در این نمایشگاه می گوید. To have a country pavilion from Afghanistan represented at Domitex is particularly significant. There is an incredible amount of interest in this part of the world in what the Afghans have to offer, and we hope and we really do believe they will take part in our other shows around the world, namely in Hanover and in Shanghai. It's been particularly interesting for us, the organisers, to meet with our colleagues from Afghanistan, and it's been a real pleasure to have them here, and we hope and we do believe that this trade fair will increase the amount of exports from Afghanistan, particularly to the GCC, but also to the wider Middle East region for the Afghan producers that are represented at the show. حضور تاجران افغانستان در چنین نمایشگاه‌های بین‌المللی در کنار دیگر کشورهای رقیب تجارب مفیدی را نصیب تاجران می‌سازد. اشتراک نمودن در این تو نمایشگاه بازاریابی برای قالین افغانی صادرات از طریق خود افغانستان نیاز ممالک همسایه و درباره با دیگر مشتری های خود دیدیم اگر کمی و کاستی شاید در قالین های افغانی هم باشه چون با قالین فروشان دیگر خارجی و مشتری های خود دیدیم ما ای طور نمایشگاه هایی که میاییم آردر هایی که میگیریم دست اول تجارت به دست ما بیفته به خاطر از اینکه ما دست دو نماینده های پاکستان نباید بوده باشیم نماینده های مستقل ملت خود بوده باشیم در بخش قالین بتانیم که صادرات ما، تولیدات ما، ششت ما، تمام انگفت های قالین ما از خود افغانستان صورت چه شوه و بسته‌بندی شوه در مرجع های مربوطه در مشتری های ما صادر شوه تاجران شرکت کننده در این نمایشگاه نتایج به دست آمده را بسیار مثبت ارزیابی کرده و از این ابتکار مؤسسه اسمت اظهار رضایت می کند از مؤسسه اسمت ما شخصا وکالتا از طرف برادرا بسیار تشکر میکنم که با تاجرا خیلی همکاری کردن من نمیفهم که به کدام زبان تشکر کنم چون که واقعا اینا جای بسیار مقبولی برای ما گرفته بودن و همه سهولت ها پیش ازی که ما بیاییم آماده کرده بودن و این بسیار کار خوبی است و در آینده هم امیدوار هستیم حضور موفق افغانستان در دوموتکس دبی نوید آینده روشن برای صنعت قالین افغانستان و متعاقبا برای مردم افغانستان می‌دهد. And the Domitex show was our first initiative to bring local manufacturers into the regional market and our next market will be taking them to the show in Germany at the first of the year that is a much larger show but by then they will have developed the skills new carpet designs, new marketing initiatives, new importers, new exporters to work with them to better sell their carpets overseas. سکتور قالین در رشد اقتصاد افغانستان نقش عمده بارز را ایفا نموده و USAID یا اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا در گذشته برنامه‌های بسیار مفیدی را در انکشاف سکتور خصوصی اجرا نموده و هم اکنون برنامه‌های مشابه را روی دست دارد ما پروژه 40 میلیون دلاری را در بخش انکشاف تصدیه‌های خرد و کوچک تمویل می‌نماییم و همچنین در آینده تصمیم داریم تا برنامه‌های وسیع‌تر را در انکشاف سکتور قالین طرح و اجرا نماییم بدون شک شرکت نمودن در چنین نمایشگاه‌های نقش مؤثر در معرفی قالین افغانستان در بازارهای جهانی خواهد داشت تا از این طریق قالین افغانستان جایگاه مناسب در بازار پیدا نموده و به توسعه صادرات این محصول ملی بیانجامد.